کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از بخش پژوهشی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و با همکاری کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر. ماده 15 بند 1 کلیه مقررات مربوط به جبران حوادث و بیماری‌های ناشی از کار و نیز رفع خسارت از بازماندگان کارگران متوفی و همچنین تأمین معاش خانواده کارگرانی که در حین انجام کار بیمار و یا نقص العضو می‌شوند در مورد افرادی که کار قهری یا اجباری انجام می‌دهند مجری خواهد بود، اعم از اینکه در حال حاضر این مقررات درباره ایشان اجرا شده یا بعداً اجرا گردد. بند 2 کلیه مقاماتی که کارگران را به کار قهری یا اجباری می‌گمارند باید متعهد و مقید باشند که هنگام بروز حادثه یا بیماری که جزءاً یا کلاً قدرت اعاشه کارگر را سلب نماید آینده وی را تأمین نمایند. به علاوه مقامات مذکور در چنین موردی باید معاش افرادی را که تحت تکفل کارگر مذکور می باشند تأمین نمایند. ماده 16 1. افرادی که به انجام کار قهری یا اجباری گمارده می شوند جز در پاره‌ای موارد استثنایی نباید به نقاطی اعزام گردند که تفاوت شرایط آب و هوا و خوراک آنها با شرایطی که کارگران به آنها خو گرفتند به حدی باشد که از این رهگذر سلامتی کارگران در معرض مخاطره قرار گیرد. 2. نقل و انتقال کارگران بدون اینکه اقدامات لازم از نظر بهداشت و مسکن و غیره به نحوی که سلامتی ایشان را تأمین نماید به عمل آمده باشد اکیداً ممنوع است. 3. چنانچه این نقل و انتقال احتراز ناپذیر باشد بایستی اقدامات مقتضی به منظور عودت دادن تدریجی کارگران به شرایط آب و هوا و خوراک جدید به عمل آید. این اقدامات طبق دستور مؤسسات بهداشتی و طبی صلاحیت دار اتخاذ خواهد گردید. 4. در صورتی که کاری به کارگران رجوع شود که به انجام آن عادت نداشته باشند، باید اقدامات مقتضی به عمل آید که به کار مزبور عادت نمایند. این اقدامات بیشتر به منظور ممارست در کار و طول کار و اعطای استراحت در فواصل کار و بهبود خوراک و تهیه خوراک اضافی جهت ایشان صورت خواهد گرفت. ماده 17 در مورد انجام عملیات ساختمانی یا حفاظت و ترمیم ساختمان‌ها و مؤسسات که اقامت ممتد کارگران را در محل به خصوصی ایجاب می‌نماید، مقامات صلاحیت دار باید قبل از صدور اجازه استفاده از کار اجباری مراتب زیر را مورد توجه قرار داده و از رعایت آنها اطمینان حاصل نمایند. بند 1 کلیه اقدامات لازم به منظور تأمین بهداشت کارگران و احیاناً درمان ایشان به عمل آمده است و مخصوصاً مراتب زیر مسلم گردد. الف کارگران قبل از اشتغال به کار مورد معاینه پزشکی قرار گرفته و بعداً نیز هر چند مدت یک بار مورد معاینه قرار خواهند گرفت. ب درمانگاه یا بیمارستان و مأمورین پزشکی و لوازم بهداشتی و غیره به اندازه کافی جهت رفع حوائج در محل موجود است. جیم ترتیباتی به منظور رعایت اصول بهداشتی در محل کار و همچنین از نظر تهیه محل سکونت و آب و سوخت و لوازم طبخ و غیره داده شده است. بند 2 اقدامات لازم جهت تأمین معاش خانواده کارگران به عمل آمده و خصوصاً ترتیباتی داده شده باشد که کارگران به وسیله مطمئن و مناسب در صورتی که مایل باشند مبلغی از دستمزد خود را برای خانوادهشان بفرستند این امکان فراهم باشد. بند 3
انتقال کارگران یعنی عزیمت ایشان به محل کار و مراجعت از آن از طرف سازمان مربوطه تأمین شده و سازمان مزبور حداکثر وسایط نقلیه ممکن را برای سهولت مسافرت کارگران تأمین نموده و گذشته از قبول مسئولیت در مورد انتقال کارگران، هزینه سفر ایشان را نیز پرداخته است. بند 4. در صورت بروز حادثه یا بیماری که منجر به فقدان قابلیت کار شود، وسایل مراجعت کارگر به هزینه سازمان فراهم شده است. بند 5. هر کارگری که پس از انقضای دوره کار اجباری بخواهد در همان محل به عنوان کارگر آزاد سکونت اختیار نماید، تا مدت 2 سال از حق مراجعت به موطن خود و هزینه سازمان مربوطه محروم نخواهد بود. ماده 18. 1. کار قهری یا اجباری که منظور از آن انتقال اشخاص یا حمل اساسیه و بار و کالای ایشان باشد، مانند باروری و پاروزنی، باید هرچه زودتر ملغا گردد و تا موقعی که ملغا نشده باید مقرراتی مشتمل بر نکات زیر تدوین گردد. الف، از این قسم خدمات فقط به منظور تحصیل نقل و انتقال مأموریت دولتی در حین انجام وظیفه رسمی و حمل اساسیه آنها، تنها در موارد بسیار ضروری و فوری در مورد اشخاص دیگر استفاده به عمل خواهد آمد. ب. فقط افرادی به انجام این قبیل خدمات گمارده خواهند شد که قبلاً مورد معاینه پزشکی قرار گرفته و استعداد ایشان جهت انجام کارهای مزبور گواهی شده باشد. در صورت عدم امکان معاینه پزشکی، شخصی که کارگران را به این قبیل کارها وامی دارد باید قبلاً اطمینان حاصل نماید که دارای قدرت و استعداد جسمانی لازم بوده و هیچ گونه بیماری واگیدار مبتلا نمی باشد. جیم، حداکثر وزن باری که هم می شود قبلاً تعیین شده باشد. دال، حداکثر راهی که پیموده می شود قبلاً معین باشد. ه، قبلاً معلوم شده باشد که حداکثر چند روز در سال از این قبیل کارها و خدمات می توان به کارگران تحمیل نمود. واو، قبلاً معلوم شده باشد که چه اشخاص حق دارند کارگران را به این قبیل خدمات بگمارند و حدود استفاده از این حق کدام است. دو، هنگام تعیین کیفیات مذکور در بندهای جیم، دال، ه، واو فوقل ذکر، مقامات صلاحیت دار باید عوامل مختلف و مخصوصاً استعداد جسمانی اهالی آن محل و وضع طرق و شوارع و شرایط تعلیم هر ناحیه را کاملاً در نظر گرفته و به آن توجه داشته باشد. 3. از این گذشته مقامات صلاحیت دار باید ترتیباتی اتخاذ نمایند که حداکثر مسافتی که در یک روز طی می شود به طور متوسط از مدت یک روز کار 8 ساعته تجاوز ننماید. البته در تعیین این مسافت نه تنها وزن محموله و مسافت، بلکه وضع راه و شرایط موسمی و شرایط عوامل مؤثر باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه کارگران مجبور باشند مسافت زیادتری را بپیمایند، باید بابت این مسافت اضافی دستمزد به میزان بالاتر پرداخت گردد. ماده 19 بند 1. مقامات صلاحیت دار فقط در صورتی می توانند اهالی یک ناحیه را به کشت و زرع اجباری وادار سازند که بیم نقص محصول و بروز قحطی مشهود باشد و در هر حال باید غلات یا محصولات دیگری که از این طریق به دست می آید به خود افراد یا دستجاتی که به کشت آن مبادرت ورزیده اند واگذار شود. بند 2. در مواردی که طبق قانون یا عرف و عادت محلی کشت و زرع به طور دست جمعی و موافق اصول اشتراکی صورت می گیرد و محصولات یا سود حاصل شده به اجتماع مربوطه تعلق می گیرد، نباید مقررات این ماده طوری تعبیر و تفسیر شود که
که افراد اجتماعات مزبور از انجام وظایفی که از این بابت به عهده دارند معاف کردند. ماده 20. هرگاه طبق قوانین موضوع کشوری یا محلی برای پاره جرائم کیفرهای عمومی پیش بینی شده باشد، کار اجباری را نمیتوان جزء مجازاتهای مذکور به حساب آورده و به افراد یا دستجات و اجتماعات تحمیل گردد. ماده 21. در مورد کارها و عملیات تحت الارضی که در معادن و غیره انجام می‌گردد، نباید از کار قهری و اجباری استفاده به عمل آید. ماده 22. ضمن گزارشاتی که مطابق ماده 22 اساسنامه بین‌المللی کار باید کشورهایی که به این مقابله نامه ملحق شده اند در مورد اجرای مفاد آن به دفتر بین‌المللی کار بدهند، در خصوص حدود و شرایط کار اجباری در مناطق و نواحی مربوطه آن کشور حتی المقدور اطلاعات جامعی ذکر خواهد شد. این اطلاعات ضمناً متضمن این نکات خواهد بود: کار اجباری به چه مقصد و منظور انجام گرفته است، میزان تلفات و حوادث ناشی از کار اجباری، شماره ساعات کار، طرز پرداخت دستمزد و میزان آن و همچنین سایر اطلاعات لازم. ماده 23 بند 1. مقامات صلاحیت دار موظفند آیین نامه جامع و دقیقی از موارد کار اجباری و قهری و شرایط آن به منظور اجرای مقررات این مقابله نامه تهیه و تدوین نمایند. بند 2. در آیین نامه مذکور باید قید شود که کلیه افرادی که به کار قهری یا اجباری گمارده شده اند حق خواهند داشت اعتراضاتی که در خصوص شرایط کار مزبور دارند به مقامات مربوطه و ذی‌صلاح تسلیم دارند و آیین نامه مزبور باید رسیدگی به اعتراضات واصله و هر گونه اقدام را در خصوص آنها تضمین و تأمین نماید. ماده 24. در هر حال اجرای مفاد آیین‌نامه کار قهری یا تحمیلی یا وضع مقررات مناسب تأمین خواهد شد. برای انجام این مقاصد ممکن است وظایف سازمان‌های بازرسی فعلی توسعه یافته و صلاحیت رسیدگی و بازرسی کار قهری یا اجباری نیز به آنها واگذار گردد و یا سازمان‌های بازرسی مخصوص تأسیس گردد. ضمناً باید ترتیبات مقتضی جهت آگاه ساختن افراد ذی‌نفع از مقررات مزبور داده شود. ماده 25. تحمیل غیرقانونی کار قهری یا اجباری باید طبق قانون مورد تعقیب جزایی قرار بگیرد و کلیه کشورهایی که به این مقابله نامه ملحق می شوند باید اطمینان حاصل کنند که مقررات جزایی مزبور مؤثر بوده و دقیقاً اجرا می گردد. ماده 26. 1. هر یک از کشورهایی که به این مقابله نامه ملحق می شود مکلف است مفاد آن را در کلیه سرزمین های تحت اداره خود، عام از مستعمره و تحت الحمایه و سرزمین تحت قیومیت و غیره، لااقل تا حدودی که دخالت در امور قضایی داخلی به آنها واگذار شده به مورد اجرا بگذارند. لیکن در صورتی که کشور مزبور بخواهد به مقررات ماده 35 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار استناد نماید، بایستی ضمن گزارش خود اعلامیه‌ای حاوی نکات زیر تسلیم نماید. 1. سرزمین‌هایی که کشور مزبور حاضر است مفاد این مقابله نامه را در آنجا با تمامه و کاملاً به مورد اجرا بگذارد. 2. سرزمین‌هایی که کشور مزبور مایل است مفاد این مقابله نامه را در آنجا با تغییرات و اصلاحات اجرا نماید با ذکر چگونگی تغییرات و اصلاحات مزبور. 3.
سرزمین هایی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها به آینده موکول می شود. 2. اعلامیه فوق الذکر جزء لاینفک مقابل نامه حاضر محسوب شده و آثار مرتبطه بر آن نیز از همان قرار خواهد بود. کشورهایی که این اعلامیه را تسلیم کرده اند می توانند بعداً با ارسال اعلامیه دیگر از تمام یا قسمتی از نکات مذکور در فقره 2 و 3 مذکور در فوق صرف نظر نمایند. ماده 27. تصویب رسمی این مقابله نامه طبق شرایط مذکور در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار انجام می شود و به اطلاع مدیر کل دفتر بین‌المللی کار رسیده و توسط مشار الیه به ثبت خواهد رسید. ماده 28 بند 1. تنها کشورهایی مکلفند مفاد این مقابله نامه را مورد اجرا بگذارند که الحاق ایشان در دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد. بند 2. این مقابله نامه 12 ماه پس از تاریخ ثبت الحاق دو کشور عضو وارد مرحله اجرایی خواهد شد. بند 3. پس از تحقق مراتب مذکور در مورد هر کشور عضو 6 ماه پس از تاریخ ثبت الحاق آن کشور وارد مرحله اجرا خواهد شد. ماده 29. به مجرد اینکه الحاق دو کشور عضو سازمان در دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسید، مدیر کل دفتر بین‌المللی کار مراتب را به کلیه کشورهای عضو اطلاع خواهد داد و همچنین ثبت الحاق هر یک از کشورهای عضو به اطلاع سایر کشورهای عضو نیز رسانده خواهد شد. ماده 31. هر یک از کشورهای عضو که به این مقابله نامه ملحق شود می تواند پس از انقضای مدت 10 سال از تاریخ الحاق اولیه خود با ارسال اعلامیه‌ای که در دفتر بین‌المللی کار ثبت خواهد شد عمل الحاق خود را به مقابله نامه حاضر لغو نماید. الغای مقابله نامه 1 سال پس از تاریخ ثبت آن عملی خواهد شد. 2. هر یک از کشورهای عضو که این مقابله نامه را امضا کرده باشد و تا 1 سال پس از انقضای مهلت 10 ساله مذکور در بند فوق از حق الغای آن استفاده ننماید تا مدت 5 سال دیگر به اجرای مفاد آن مکلف خواهد بود و بعداً نیز در رأس هر 5 سال طبق شرایط این ماده حق الغای آن را خواهد داشت. ماده 31. در رأس انقضای هر یک از ادوار 5 ساله هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار گزارشی در خصوص اجرای مفاد این مقابله نامه به کنفرانس بین‌المللی کار تسلیم نموده و ضمناً تصمیم خواهد گرفت آیا موضوع تجدید نظر در این مقابله نامه باید در دستور جلسه کنفرانس قید گردد یا خیر. ماده 32 بند 1. هرگاه کنفرانس عمومی مقابله نامه جدید را مبنی بر تجدید نظر جزئی یا کلی در مفاد مقابله نامه حاضر تصویب نماید، عمل الحاق یک کشور عضو به مقابله نامه جدید بدون رعایت مهلت‌های فوق الذکر به منزله الغای مقابله نامه فعلی محسوب خواهد شد، مشروط به اینکه مقابله نامه جدید وارد مرحله اجرایی شده باشد. بند 2. از تاریخ ورود مقابله نامه جدید به مرحله اجرا کشورهای عضو نمی توانند به مقابله نامه حاضر ملحق گردند. بند 3. مقابله نامه حاضر برای کشورهایی که به آن ملحق شده و الحاق خود را به مقابله نامه جدید اعلام نداشته اند همچنان قابل اجرا خواهد بود. ماده 33. متن فرانسه و انگلیسی این مقابله نامه متساویاً معتبر خواهد بود. متن بالا متن صحیح مقابله نامه در خصوص کار اجباری 1930 می باشد که در سال 1946 توسط مقابله نامه دیگری مورد تجدید نظر قرار گرفته است. متن اصلی در تاریخ 35 ژوئن 1930 به امضای آقای میم آ ماهم
رئیس کنفرانس عمومی و آقای آلبرتوما مدیر کل دفتر بین المللی کار ممضا شده و به تصویب ایشان رسیده است و برای نخستین بار در تاریخ اول مه 1932 وارد مرحله اجرایی شده است. با توجه به مراتب فوق، طبق مقررات ماده 6 مقابل نامه دائر بر تجدید نظر در مواد آخر آن 1946 در تاریخ 31 اوت 1948 در نسخه از متن مقابل نامه را با قید اصلاحاتی که در آن به عمل آمده تصویب می نماید. مدیر کل دفتر بین المللی کار ادوارد فلون متن مقابل نامه فوق که متشمل بررسی و 3 ماده است، ضمیمه قانون مربوط به الحاق دولت ایران به مقابل نامه بین المللی شماره 29 راجع به لغو کار اجباری بوده و صحیح است. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.